به نام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده با من حادی سعیدی از نور هستید. از نشست های دوحه و مسکو تا نشست سیاسیون در مورد صلح در پاکستان، پاکستان به دعوت اکثریت سیاسیون افغانستان برای بحث روی روند صلح افغانستان به دنبال چیست؟ نشست درباره صلح افغانستان میان شمار از سیاستمداران افغانستان و پاکستان آغاز شد. این نشست به میزبانی مرکز پژوهش صلح لاهور و با حمایت دولت پاکستان برگزار شده است. شماری از چهره های سیاسی افغانستان روز گذشته برای شرکت در نشست صلح افغانستان با پاکستان رفته بودند. رسانه های پاکستان پیشتر گزارش کرده بودند که در این نشست در حدود 30 نفر از چهره های سیاسی افغانستان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دعوت شدند، اما آقای اتمر و کرزی و این نشست اشتراک نکردند. نشست صلح افغانستان در پاکستان در حال برگزار شده است که قرار است اواخر ماه جاری میلادی رئیس جمهور نیز به اسلام آباد سفر کند. پاکستان چرا این نشست را برگزار کرده است؟ این نشست قبل از نشست دوره هفتم خلیلزاد و طالبان در پاکستان و همچنان در قطر و همچنان سفر آقای رئیس جمهور به پاکستان چرا برگزار شده است؟ بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقایان آقای سید ناصر موسوی استاد دانشگاه، آقای نصرالله مصدق مشاور ریاست اجرایه و آقای پرویز خلیلی استاد دانشگاه. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای موسوی، بحث را با شما میخوایم آغاز بکنم. چرا این نشست در این شرایط در پاکستان برگزار میشه؟ خب یک نشست پژوهشی است یا اینکه واقعا تاثیراتی داره بر روند صلح افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و مهمانان گرامی و ارجمند در برنامه و بینندگان محترم شما. البته از چند زاویه قابل بحث است برگزاری کنفرانسی که در اسلام آباد مثلا برگزار است و رهبرای جهادی و سیاسی و مثلا طیف‌های وسیع از شخصیت‌های تاثیرگذار در افغانستان مثلا در این نشست شرکت کردند. خب اولی که مذاکراتی که حداقل در این چند ماه اخیر بین آقای خلیلزاد و طالبا به گونه مستمر در کشورهای مختلف به اصطلاح انجام شدن و نشستهایی را که بین اپوزیسیون دولت افغانستان و طالبا در مسکو و کشورهای دیگه برگزار شدن، حالا به این نتیجه رسیدن همه طرف ها که طالبا هیچ گونه انعطاف از خود نشان نمیدن، طالبا حاضر نیست که با دولت افغانستان مستقیما گفتگو بکنه یا تغییری در موضع طالبا رونما شده باشد که حداقل یک چشم انداز مثبت از صلح افغانستان در واقع ترسیم شده باشد. یعنی صلح یا این پروسه صلحی که حالا به دز ابتدای به سرا سال جاری با شدت بیشتر تعقیب شدن به بنبست رسیدن. فعلا نه راه بیرون رفت طالبا دارد و نه ایالات متحده آمریکا. یعنی طالبا حاضر نیست، در حالی که طالبا خود را فاتح این جنگ میدانه، طالبا خود را پیروز جنگ احساس میکنه، طالبا حاضر نیست هیچ گونه امتیازی به دولت افغانستان بدن یا با اپوزیسیون سیاسی افغانستان، حتی با آمریکا هم. حتی با آمریکایی ها و فکر میکنه که آمریکا در افغانستان شکست خورده، خواه نخواه آمریکای تحت رهبری آقای ترامپ از افغانستان نیروهاش را خارج میکنه، پس میتونه اینها طالبا به تنهایی خود در افغانستان بگیرد و هر گونه امتیاز دهی را طالبا فعلا به اصطلاح موردش را درست نمیدونه. این برداشت طالبان واقعی و ریالیستی است؟ خب اون بحث جدا، این فعلا نمی چیزی که به اصطلاح به این دلیل از طرف طالبا دیگه به اصطلاح هیچ گونه انعطافی برای دوام مذاکره و نتیجه رسیدن مذاکره به اصطلاح انجام نمی در واقع رونمایی نمی شود. از اون طرف هم وقتی شما میبینید که آمریکایی‌ها آقای خلیلزاد اون چرا که میگوید با طالبان یا با دولت افغانستان هم در عمل در سنگر جنگ در شرایط امروز افغانستان هیچ گونه کارسازی ندارد. یعنی وقتی طالبان حاضر نمیشه، جنگ کاهش پیدا نمی‌کنه، دردمای صلح در واقع ترسیم نمیشه، پس تمام تلاش‌هایشون به نتیجه نمی‌رسد. از اون طرف هم اگر شما دقت بکنید، اپوزیسیون دولت افغانستان که در ابتدا با خوشبینی به قضیه می‌دیدند، کسانی که رفتن چند جلسه در مسکو و سایر کشورها با طالبان نشستند، بحثای را مطرح کردند، فعلا اپوزیسیون دولت هم به نتیجه رسیده که با طالبان نمیشه کار بکنه، طالبان هیچ گونه آمادگی ندارد، نه با دولت نه با اپوزیسیون با هیچ کدام اینها بنشیند حداقل یک راه حل پیدا بکند. در این شرایط پاکستان آمده این نشست را برگزار میکند، اولی که شاید بتونه یک به اصطلاح قفل این بنبست را بشکنه، یعنی یک از لوبلای صحبت های طرف های علاقه جدید پیدا شود، دورنمای جدید که حداقل این مذاکره دام پیدا بکنه و بعد هم که از پاکستان در افکار عامه افغانستان یک چهره
به اصطلاح خیلی مطلوبی ترسیم نمی شود، یا در واقعش هم همونطور است که طالب به اصطلاح پاکستان در پشت عقب جبهه طالبان قرار دارد، است طالبان حمایت بکنه حمایت میکنه. به این لحاظ در افکار عامه افغانستان چهره پاکستان در مورد صلح افغانستان به شدت منفی است و یک چهره هستند که به اصطلاح نمیشه با او تعامل کرد با جانب افغانستان. از اون لحاظ هم پاکستان است که میخواد این کنفرانس را برگزار بکنه و در واقع در افکار عامه افغانستان، در بین سیاسیون افغانستان و دولت افغانستان بتونه که مهمترش افکار عامه است، به اصطلاح بتونه برای خود یک جایگاه باز بکنه و یک معرفی جدید داشته باشه. ولی در نهایت میخوایم مورد خدمتتون عرض بکنم اون یکی که تا زمانی که سیاست گذاری های پاکستان، یعنی ارتش پاکستان و اون بخش اطلاعات پاکستان که مربوط به اسای میشه، اگر اونها یک تغییری در دیدگاهشان نسبت به صلح، مثلا چی تغییری به آقای به این معنا که اونها فکر بکنه که خب باید جنگ ختم بشه، منافع پاکستان از دید اونها تعریف به گونه‌ای شوند که در صلح باشد. حالا تا زمانی که پاکستانی ها، یعنی اون بخش نظامی، حکومت نظامی پاکستان که بحث اصلی اونهاست، تا زمانی که اونها منافع خود را در حمایت از طالبان ببینه، به هر دلیل این صلح به نتیجه نمیرسه. این نشست ها که اگر خاطرتون باشه، فکر نمی‌کنم بستگی به این دارد که یعنی منافعشون بیشتر در یعنی حمایت از طالبان است و این یک بحث آرمانی نیست که حالا همین منفعت به خاطر صلح افغانستان تغییر بکنه یا همین دیدگاه تغییر بکنه. آقای مصیب، خب واقعیت هم اینه که کشورها هیچ وقت نه دوستی دائمی دارد نه دشمنی دائمی. تنها چیزی که برای کشورها دائمی است او منافعشان است، ولی منافع هم مدام العمر یکسان نیست. اون موارد یا مؤلفه هایی که منافع را تامین میکنه ممکنه تغییر بکنه. یک وقت منافع یک کشور در صلح است، یک وقت در جنگ. من فکر میکنم تا حالا از لحاظ استراتژیک دیدگاه پاکستانی ها با وجودی که دولت ملکیشان دولت جدید روی کار آمده، دیدگاهشان تغییر نکرده در قبال صلح جنگ افغانستان. من پس فکر نمی کنیم که این نشست ها به نتیجه برسه و دلیلش هم اینه که همونطور که اینجا مرشد و یک مورد هم که شما در نظر بگیرید که آقای اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان یک مورد حتی تا مقر ستاد ارتش پاکستان رفت، یک کار غیر معمول. آقای کرزی 20 بار سفر کرد، رؤسای جمهور پاکستان همهشان در افغانستان آمد، هیچ کدامشان تأثیر ندارد و نداشت. یک دلیل داره، او که کسانی که استراتژی میسازد، کسانی که در روی زمین در عمل کار میکند، هنوزم دیدگاه اونها نسبت به قضای صلح افغانستان تغییر نکرده. تا زمانی که شما تغییرات عملی را در او بخش نبینید، این نشست ها باوجود از اینکه به اصطلاح بتونه افکار عامه را تلطیف بکنه یا یک گفتمان یا به اصطلاح یک بحث موقت را در افکار عامه مطرح بکنه، چیزی در عمل به اصطلاح نمیتونه تغییر بده. سپاسگزارم آقای موسوی. آقای خلیلی، به نظر شما افکار عامه در گروی همین چند سیاستمدار است که حالا با پاکستان دعوت شدن؟ برام خدا، سلام بر شما و مهمانان عزیز و بیننده های محترم. خب همه مردم افغانستان هر اقدامی که نسبت به تامین صلح و امنیت در افغانستان کمک بکنه خوشبین هستند و خوشبینانه برخورد میکنن. ما هم یکی از بنوان یک شهروندای افغانستان خوشبین است و هر اقدامی در هر جای از دنیا به خاطر صلح و آرامش مردم افغانستان باشه استقبال میکنیم. اما واقعیت امری است که برای میکانیزمی که مردم افغانستان، دولت افغانستان، سیاستمدارا، جامعه جهانی به دنبال صلح بر افغانستان، ما نه تنها به صلح نمیرسیم بلکه هر روز فاصله ما با صلح بیشتر میشه. دولت افغانستان، اپوزیسیون، احزاب سیاسی، طالبا، قدرت های منطقه، هیچ یکی برنامه مشخص، واضح، مدون در قبال صلح بر افغانستان ندارند. هر جوری اما رئیس جمهور افغانستان میگه آقای خلیلی که حالا حتی پلان و برنامه از او را در بحث صلح افغانستان امریکایی ها دنبال میکنن، عملی میکنن. مثلا یعنی نشانه گرفته بودم این نشست های آقای خلیلزاد را با طالبان. خب باور ما است که یک چیزهای رئیس جمهور میگه، گاهن گوی احساساتی میشه، بسیار چیزها میگه، اما در واقعیت امر چنین نیست. ما ندیدیم. خب اگر طرح پلان میکانیزمی وجود داره، چرا نتیجه لازم را نداره؟ چرا تطبیق نمیشه؟ چرا با مردم، با نهاد اکادمیک شریک ساخته نمیشه؟ چرا در خدمت وزارت خارجه قرار نمیگیره که تطبیق شه با سایر نهادهای مسئول؟ باور من است که صلح افغانستان یک ابزار برای جریانات داخلی و منطقه‌ای شده.
قدرت هایی که امو جایگاه هژمونیک یا پرستیج منطقوی شان ایجاب میکنه به دنبال فرصت ها یا به دنبال امتیازگیری های منطقوی از آدرس صلح افغانستان است. مثلا چگونه از این آدرس امتیاز میگیرن؟ خب دقیقا پاکستان به عنوان یک از کشورهایی که در اواخر در روابط بین الملل در منطقه تقریبا در مقابل قدرت ها یا شرکای دیرینش منزوی شده، بن به نحو به دنبال یک فرصت است که میخواه یا او روابط گذشته شه به دست بیاره، یا به نحو میخواه که بر جهانیان نشان بده که ما که دیگرها بر ما میگن که شما بستر تربیتی توریسم هستین، ما چنین نیست، در حالی که ما به دنبال صلح هستیم و ما بستر و گفتمان صلح را باز میسازیم. و در این حال همین دعوت کردن چند سیاستمدار افغانستان با پاکستان همین برداشت را یعنی تغییر خواهد داد؟ خب پاکستان نزدیک به 40 سال است که در قضایای جنگ و صلح افغانستان، در قضایای مختلف افغانستان دخیل است. نمیشه که با یکی دو کنفرانس او روی کرد را تغییر بدیم، اما با یقین که پاکستانی ها به دنبال یک چنین فرصت های هستند که میخواین که ذهنیت عام مردم افغانستان و ذهنیت منطقه و ذهنیت شرکای کلان اقتصادی و سیاسیشان در جهان تغییر بدن، به دنبال یک چنین برنامه یا فرصت هستند. اما باورم این است که صلح افغانستان پیچیدگی های بسیار خاص خودش داره که او پیچیدگی ها، یکی از پیچیدگی ها همین برگزاری کنفرانس هایی است که قضیه افغانستان یا موضوع افغانستان در او افغانستان اغلب به عنوان مهمان دعوت میشه، برنامه را کشور دیگه ترتیب میکنه، آجنده را کشور دیگه ترتیب میکنه و امتیازگیری ها و فرصت ها را همه کشورها ترتیب میکنن و این جریانات چی حکومتی و چی غیر حکومتی دعوت میشن، فقط یک امتیازگیری صورت میگیرن. نه تنها که این فرصت ها به صلح افغانستان کمک نمیکنن، بلکه چند دستگی و چند پارچگی و چند دیدگار از آدرس مردم افغانستان بر جهان نسبت به پروسه صلح ایران. مثلا رفتن همین سیاستمداران به پاکستان چی خلق میکنه در داخل افغانستان؟ البته یعنی واقعا باعث اختلاف میشه، باعث ازی میشه که حالا یعنی همون خلاها و همون فاصله ها بیشتر شوه میان سیاسیون افغانستان، مثلا میان حکومت و این سیاست مداران که حالا خیلی هاشان هم با حکومت سر سازش ندارن. دقیقا که کنفرانس مسکو و یا کنفرانس لاهور، اغلب اعضای کنفرانس اپوزیسیون حکومت هستند و تصامیم از اینا الزامی نیست و جنبه تطبیق را نداره، جنبه عمل نداره. تنها اینها میتونه که بستر گفتمان های عملی را به یک نحو کمک بکنه، به یک نحو ذهنیت سازی های کلان را فراهم بسازه، اما نفس عمل امتیازگیری های فردی، گروهی و شخصی است که بر اساس منافع شخصی، گروهی و فردیشان اینا حرکت کردیم به دنبال صلح افغانستان. یعنی اینا دعوت شدن آقای خلیلی، اینا باید نمیرفتن به نظر شما؟ خب شاید که دعوت شدن، اما قبل از دعوت یک مقدار یک سلسله مذاکرات بین طرف ها صورت گرفته، تفاهم صورت گرفته، بالاخره در نهایت هم اینا به توافق رسیدن که بعد دعوت از اینا علنی میشه. اما اون مذاکراتی که پشت صحنه صورت میگیره بر اساس چانه‌زنی های فردی، چانه‌زنی های گروهی است که شاید که در حکومت افغانستان در جریان نیست، اگر در جریان است بر اساس یک مکانیزم دولتی که در چارچوب ساختارهای دیپلماتیک تنظیم شده باشه باید میرفتن. این نوع از ایجاد، این نوع از مذاکرات و این نوع از کنفرانس ها میتونه که پیچیدگی های صلح افغانستان بیشتر بسازه. سپاس آقای خلیلی، تشکر میکنم. آقای مصدق، خب حکومت دعوت نشده در این نشست دو جانبه سیاستمداران افغانستان و پاکستان. حالا نشست، هر نوع نشستی که بدون محوریت حکومت باشه، دیدگاه شما در این زمینه چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، سلام احترام خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم تلویزیون. از دو منظر میشه این نشست را بررسی کرد. اولا با یک دیدی تسهیلاتی و تشریفاتی میتوان به این نشست نگاه کرد و نه از یک دیدی که این نشست منتج به یک نتیجه شود. زمانی که گفتگوهای صلح در هر جایی و در هر مکان شکل میگیره و موضوع گفتگو و گفتمان موضوع صلح افغانستان است، خوشبینی ها را تقویت میکند که ممکن است چنین گفتگوهای زمینه را
فراهم بکند تا یک گفتگوی واقعی و یک گفتگوی مستقیم رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان که دو طرف اصلی خزر تشکیل میده شکل بگیرم. از این نگاه میشه خوشبین برد، اما از اینی که حکومت افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اونجا نماینده نداره و دعوت نشوده، نمیتوان گفت که چنین نشستی ما را به یک نتیجه خواهد رسان که امیدوار بکنه گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسه. بنابراین وقتی گفتگوهای صلح، موضوع صلح وارد چنین نشستهایی میشه و موضوع قرار میگیره، آجندا قرار میگیره، به هر میزانی که در این زمینه بحث شوه، گفتگو شوه، تبادل افکار شوه بین شخصیت ها، بین طرف ها و بین طالبان و شخصیت های سیاسی، ممکن است که روند گفتگوهای صلح را آسان تر بسازم، اما بدون حضور حکومت افغانستان ما نمیتوانیم بگیم که چنین گفتگوهای ما را به یک نتیجه ملموس میرساند. اگر گفتگو در پاکستان به این منظور باشه که بیاییم ما با هم گفتگو بکنیم و روی موضوع صلح چانه زنی بکنیم، جوانب قضیه را بررسی بکنیم تا اینکه گفتگوهای اصلی و واقعی را بتوانیم راه اندازی بکنیم، به این منظور اگه باشه میشه گفت که یک امیدواری ممکنه باشه. اما اگر در غیبت حکومت افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان از آدرس‌های مختلف و متفاوت وارد یک گفتگو شوند، فکر کنم قضیه را پیچیده خواهد کرد و ما را به سوی آینده، به سوی گذشته تاریک هدایت خواهد کرد. آقای مصدق، از نشست مسکو تا نشست دوحه و حالا نشست پاکستان، حکومت حتی یک نمایندیش هم در این نشست ها حضور نداشته. به نظر شما عدم حضور نماینده حکومت در این نشست ها نشان دهنده این است که این کشورها اصلا صلابت این حکومت را نمیخواهند، یا اینکه حالا ایجاب میکنه که این نشست ها بدون حضور نماینده حکومت برگزار شود؟ خب یک منظر من توضیح دادم خدمت شما، یک منظر حرفای من ماند، از یک زاویه دیگه هم باید نگاه بکنیم. پاکستان تحت فشار افکار بین المللی هم در سطح منطقه، در سطح جهان و مخصوصا یک نگاه نفرت آمیز از سوی مردم افغانستان متوجه حکومت پاکستان است. پاکستان با چنین اقداماتی تلاش میکنه که چندین پیام را همزمان منعکس بکنه به شرکای منطقه‌ای، جهانی و مردم و حکومت افغانستان. البته این پیام پیامی فریبکارانه است، واقع بینانه نیست، مخلصانه و صادقانه هم نیست. مردم افغانستان همیشه میگه که حکومت افغانستان در امور، حکومت پاکستان در امور افغانستان مداخله میکند. اگر پاکستان نباشد، طالبان نمیتواند در برابر نیروهای امنیتی ما تاب بیاورد. این دیدگاه حکومت است؟ هم دیدگاه حکومت است، هم دیدگاه مردم، هم یک واقعیت عینی هست، تجربه شده و در جا جای مختلف تجربه شده که پاکستان اگر لانه های طالبان را در خاکشان اجازه ندهد و یک حیات خلوتی برای از اونا در نظر نگیرد و اینا را در پاکستان امان ندهد، اینا یک روز هم در افغانستان مقاومت نمیتواند. و اگر هم مقاومت کند به این شکلی که امروز هست نخواهد بود، دچار ضعف و شکنندگی های فراوانی خواهد شد. بنابراین پاکستان تلاش داره همزمان چندین پیام را از این نشست مخابره بکنند، با این که نتیجه ای عرض کردم که از اون نگاه نتیجه ای نخواهد داشت. اما برای پاکستان این پیام ها میرسه به جهان. اولا به پاکستانی ها دیگه، مردم جهان به پاکستان گفته نمیتواند که شما در برابر صلح افغانستان سنگ اندازی میکنید، مانع میتراشید. اینا به آسانی میگه که ما هزینه کردیم، زحمت کشیدیم، برنامه ریزی کردیم، چانه زنی کردیم، یک نشست کلان بین سیاسیون افغانستان و طالبان راه اندازی کردیم، اما این که صلح به نتیجه نمیرسه، خب مشکل در کابل است، نه در پاکستان، نه در لاهور، نه در کراچی. بنابراین این صدایی که از جهان علیه پاکستان بلند است، ایرا با این چنین نشستایی میخواهد که ذهنیت ها را تغییر بدم. و هم به منطقه روسیه همین لحظه پاکستان را تحت فشار داره، چین همونطور و کشورهای منطقه‌ای، اونایی که
ابزاری برای فشار سر پاکستان نداره، به لحاظ اخلاقی پاکستان را ملامت میکنه که چرا 40 سال یک کشوری را تو در چنین مهلکی قرار دادی و چرا اجازه نمیدی که اینا با هم بسازه، با هم صلح بکنه و یک کشور باثبات در منطقه شکل بگیره. ما در شمال ضرر میبینیم، در شمال افغانستان کشورهایی که هم مرز است مثل ازبکستان و قزاقستان و کشورهای آسیا، جنوبی آسیا، و کشور چین همینطور میگه ما به عنوان یک متحد شما در صورت در کنار شما استاد میمانیم که این اتهام سنگین از دامن خود پاک بکنی، یعنی حامی تروریست، حامی دهشت افکن نباشید. پیام دیگه ای که پاکستان میتونه از این منعکس بکنه به مردم افغانستان است. افکار عمومی افغانستان به یک شکل فکر میکنه پاکستان که ما میتوانیم با چنین نشستهای وانمود بسازیم که ما حامی صلحیم. همیشه در اینجا گفته میشه که پاکستان همیشه اعلان میکنه که ما حامی صلحیم، ولی عملی نکرده، اقدام عملی و گام عملی بر نداشته. بنابراین بعد از این به راحتی میگه که ما گامی هم برداشتیم، اما شمایید که نمیسازید و با هم وارد گفتگو و صلح نمیشوید. بنابراین نشستی که در پاکستان هست برای پاکستان پیامدهای بسیار مثبتی خواهد داشت و برای افغانستان اگر به منظور تسهیل روند گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان باشد ممکن نتیجه بخش باشد. اما اگر در غیبت حکومت افغانستان و بدون مشوره با حکومت افغانستان اینا بخواهد کار بکنه، برنامه بریزه، اوضاع پیچیده خواهد شد. سپاسگزارم آقای مصدق. آقای موسوی، آقای خلیلی هم از همون نفرت عام مردم افغانستان نسبت به پاکستان که بس تاریخی هم داره صحبت کردن، آقای مصدق هم این دیدگاه را مطرح کردن. یعنی به نظر شما چرا همین نفرت نسبت به یک همسایه وجود داشته باشه؟ یعنی و این یک نفرتی واقعی است؟ نفرت یعنی این است که حق مردم افغانستان باشه؟ یعنی باید نفرت داشته باشه نظر به اعمالی که پاکستان داره؟ یا اینکه ما در مسئله پاکستان یک نوع یعنی دچار افراط شدیم نسبت به بینشی که به پاکستان داریم؟ واقعیت هم اینه که نگاه مردم افغانستان و نگاه دولت افغانستان نسبت به کلیات قضیه پاکستان، حتی نگاه شخصیت‌های آکادمیک افغانستان نسبت به پاکستان، اکثریت قریب به اتفاق نگاه احساسی است. نگاه به احساسی به این معنا که ما گاه یادتان اگه باشه آقای کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان گفت که اگر جنگ بین آمریکا و پاکستان در بگیره ما بدون شک در کنار پاکستان ایستاده خواهیم شد. یا مثلا شما امین رهبرای جهادی که از قدرت وسیعی در داخل افغانستان برخورداره، حالا هم قدرت به دست امین رهبرهای جهادی است. بعضیشان شاید در گذشته اکثریتشان مثلا تصاویری از رهبرای پاکستان در خانهشون موجوده، مثلا بین ما فعلا بله فعلا موجود، شما میدونید دیگه. وقتی شما این نگاه ها رو میبینید یا بعضی از مردم افغانستان که بحثش اینه که این خط دیوران مثلا ما به رسمیت نمیشناسیم، چیز به نام خط دیوران، یعنی تا اون پول اتاق یا فراتر از اون ما خونی مشترک داریم و مثلا قومی مشترک داریم و زبانی مشترک داریم و مذهبی مشترک داریم، این مشترکات بسیار فراوان. حالا از اون نهازه که نگاه بکنید، ما همه بشریت، ما چی انسان ها در آمریکا است، چی در روسیه است، چی در پاکستان، ما خیلی همه ما انسانیم. این بزرگترین وجه اشتراک ما از خلیفه خدا رو در روی زمین هستیم همه ما. این خیلی بحث کردن است. این نگاه احساسی، این نگاه احساسی توأم با مشکلات و ضعف ها و کاسته هایی که در داخل افغانستان است، پاکستان را تبدیل کرده به یک کشوری که بسیار بسیار چیزی که شما فکر میکنید بیشتر از او بر واقعیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان اشراف دارد. یعنی در این دوره جهاد مثلا عاملش امین میخوام برسم در دوره جهاد، وقتی که تنظیم های جهادی به صورت در پاکستان سنگر داشتن و ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای عربی هم به صورت تمام امکاناتش را میریخت دالز پاکستان و اینها برای مجاهدین میدادن، پاکستانی ها به حدی بودن که تمام سنگر ولسوالی ها و ولایت های افغانستان اینها بلده. در دوره طالبا، وقتی طالبا آمد در کابل، کسانی در افغانستان بودن، در افغانستان طالبا که در مقابل به اصطلاح جبهه مقاومت می جنگیدن سه صف داشت، سه سنگر، یک سنگر پاکستانی ها بود، یک سنگر عرب ها، یک سنگر طالبا. یعنی پاکستانی ها در زمان حکومت طالبا که طالبا بر کابل اشراف داشت یا به صورت 90% خاک افغانستان طالبا تسلط داشتن، صلاحیت اصلی جنگ در هر ولسوالی، در هر قریه، در هر ولایت به دست پاکستانی ها بود.
و حالا وقتی شما میگین که قرارگاه طالبا در پاکستان است، خانه طالبا در پاکستان است، از این طرف رهبرای سیاسی هم بسیار روابط خوب داره با پاکستان، وقتی شما همه اینها رو میبینید مسئله چیست؟ مسئله این است که پاکستان به گونه غیر معمول بر افغانستان، بر اجتماع افغانستان به اصطلاح چی دارن؟ نفوذ دارن. بحث اساسی به این معنا که ما در افغانستان متاسفانه نتونستیم بحث هویت ملی را به گونه بسیار جدیش برجسته بکنیم که ما را متمایز بسازد از هر کشور دیگه ای. یعنی گاهی در افغانستان شما فکر میکنید که پیشتر از اینکه ما یک کشور باشیم ما فکر میکنید که ما چهار قومیم، هزاره، تاجیک، ازبک، امثال هم. یعنی گاهی اونقدر مسائل قومی در افغانستان به ضرر منافع ملی، به منافع کسانی که در افغانستان به گونه چشم طمع داره اینجا داغ برجسته میشه که شما فکر میکنید بیشتر از یک کشور باشیم چهار قوم هستیم در افغانستان. و از اون طرف همی مثلا تحولات بین المللی، جنگ روز، تجاوز روزها بر افغانستان، پایگاه القاعده در افغانستان، جنگی که فعلا در جریان داره، همین ها بستر مسائل شده که اینا بتونه در امور افغانستان به گونه جدیش به اصطلاح اشراف داشته باشه و بخونه بحث رو مطرح بکنه. حتی در همین زمان حکومت آقای کرزی چیزهایی که مطرح شد وقتی که هیئت از پارلمان افغانستان رفتن در پاکستان که با مقامات پاکستانی مذاکره بکنه، اونها چند چیز مطرح کردن. مثلا از جمله چیزی که مطرح کردن، نفوذ هند باید در افغانستان کاهش پیدا بکنه، از جمله کنسولگری هاش از قندار و جلال آباد باید نباشد. و مشخصا بعضی تنظیم های سیاسی یا یک تنظیم سیاسی که ما اسمش رو نمیگذاریم، قومیش رو به اصطلاح، حتی حق از اونها رو میخواستن که باید در حکومت چند فیصد باید سهم داشته باشد. این گونه ای که در هیچ کجا معمول نیست، تو عرف دیپلماتیک نیست که شما ببین با این هم حد صراحت بهتر بخواید در امور کشور دیگه صحبت بکنید. بحث اساسی که میگم به این معنا که اونها، یعنی اون کشور پاکستان، از نگاه منافع ملی و منافع استراتژیکش در قضیه افغانستان میبیند، مردم افغانستان از جنبه فرهنگی گاهم از بعض اثر نیازمندی نگاهش به طرف پاکستان است. ولی خب اینه که فعلا چرا نفرت وجود داره در قضیه افغانستان به نگاه مردم افغانستان به پاکستان؟ خب شما میبینید که این جنگی که در افغانستان جریان دارد، جنگی که تقریبا میشه 40 سال دوام پیدا کردن، شما که از موالی کودتای صدر محمد داوود تو امروز در نظر بگیرید، وقتی 40 سال جنگ پیدا کردن، پایگاه مخالفین دولت افغانستان، چه پایگاه مخالفین سردار محمد داوود، چه پایگاه مجاهدین، چه پایگاه طالبان قبل از 11 سپتامبر، چه پایگاه طالبان بعد از 11 سپتامبر، همش در پاکستانه. پس خب یک چیزی طبیعی است که مردم وقتی با توجه به اینکه یک حکومتی که در افغانستان بعد از کنفرانس بن شکل گرفت، درسته که در بخش‌های این حکومت زیاد کار نتونسته، فلج است، گرفتاری مشکل است، حکومتی است که همواره گرفتاری مسئولیت‌های خود هستند، ولی در بخش‌های هم کار شدن. یعنی این اینترنت، رسانه‌های جمعی، فضای مجازی، آگاهی که مردم افغانستان کسب کردن، تا حد اون میزان همبستگی که به اصطلاح بالا آمدن، مجموع اینها در وضعیت مردم افغانستان و کشورها را قرار داده که اینها ارزیابی بکند همکاری کشورها را و به اصطلاح نوع نگاهشان را با کشورها. ولی خب یک چیز ما میخوایم در این خدمتتون عرض بکنم در پایان صحبتایم که ایران باید ما قبول بکنیم که کل مشکلات افغانستان ناشی از پاکستان نمیشه. به این معنا که وقتی در افغانستان شما یک چهارراهی را یک شاروال میسازه، شاروال دوم اومد و خراب میکنه، هر روز گرفتاری کلی شهرداری کابل همین است که چهارراهی رو چند متر بسازه، 5 متر، 10 متر، 100 متر. خب ما بگیم کار پاکستانه. پارلمان افغانستان مثلا نمیتونه در ظرف یک ماه یک رئیس تعیین بکنه، یک رأی یا یک نقطه، رأی هم که نیست، یک نقطه عملا یک قوه معتبر افغانستان که قوه مقننه است، تفکیک قوا در نظر بگیرید، سه قوه قوش این رو کاملا فلج کرده. ما ببینیم کار کشور پاکستانه. یا مثلا وقتی شما میبینید که حکومت یا بس کسان غیر از حکومت وقتی قانون اساسی را مثلا نمیتونه اجرا بکنه که باید وظیفه حکومت باید اجرا بکنه، یا یک مدر خدمتان عرض بکنم که خانه آزادی میگه که یک مؤسسه است که قبلا آقای مرتضوی رئیس بود، فعلا هم همکارش است، میگه که قانون سیاسی افغانستان فقط ماده ای که نقص نشده کابله، متباقیش یا نقص شده یا در معرض نقص قرار داره. خب حتی بیشتر از جانب رئیس جمهور هم. بله. وقتی ما بگیم این کار پاکستانه، یعنی ما میخوام بگیم که این مشکلاتی که وجود داره همش مربوط به پاکستان نیست. بخش اون عواملی خدمتتون عرض کردم، یقیناً که از جانب پاکستان و مشکلات ناشی میشه از اونجا و فعلا هم بخش دیگه‌اش مربوط میشه به حکومت. ولی سرانجام کار این است که در عصر امروز هیچ کشور نمیتونه به تنهایی زندگی بکنه، به تنهایی به اصطلاح منافع خود تامین بکنه. سرانجام همه این کشورها
رسیدن به یک نقطه تفاهم یا تعریف یک منافع جدید از منافع پاکستان و افغانستان است که در نهایت ما به نقطه برسیم که همه این مشکلات حل شود، ما و به عنوان دو کشور همسایه بتونیم از منافع مشروع کرد و کشور دار استفاده بکنیم، این چالش هایی که به اصطلاح بیشتر ما رو متضرر می‌سازد حداقل ختم شود. خیلی سپاسگزارم آقای موسوی. آقای خلیلی، به نظر شما این یک دیدی واقع بینانه است؟ مثلا مرزی وجود داره، مرز مرگباری که در جمله مرگبارترین مرزهای جهان است به نام دیورند. حالا این مرز پاکستان تاکید میکنه که زیر ترصد بیشتر قرار بگیره، حتی حصار بندی شود که قسمتش هم حصار بندی شده، و مادر مشکلات افغانستان و پاکستان هم خیلی تحلیلگران همین مرز را میدانند و بحث ارضی و این مسائل هم است. حالا به نظر شما یعنی یک دهلیز بسیار خطرناک برای عبور و مرور توریستان هم گفته میشه، اگر این مرز بسته شود، حداقل این مشکلی که افغانستان و پاکستان دارند یعنی این حل شود، واقعا یک نگاه مثبت نیست اگر یک دیدی واقع بینانه شما را داشته باشیم؟ آنچه که موسوی صاحب فرمودن، مشکلات افغانستان کلش ناشی از سیاست‌های پاکستان نیست. میشه مشکلات افغانستان اگر ما چند بخش بسازیم، یک بخش از مشکلات برمیگرده به خصوصیات ذاتی یا خصوصیات ملی وجودی خود مردم افغانستان. در طول تاریخ ما بعضی از مشکلات کلان خود داشتیم، فقر سواد بوده، فقر اقتصاد بوده، مسائل فرهنگی بوده، مسائل سنت های ناپسندی که بر سرزمین ما حاکم از موقعیت جغرافیایی ما، موجودیت معدن ها و مبارزات تاریخی، برتری طلبی های قومی، اختلافات قومی، چند مذهبی بودن، چند زبانی بودن، موارد مختلفی باعث میشه که یک بخش کلان از مشکلات خود ما را شکل میدن. اما بدون شک پاکستان به عنوان یک دوست، در حقیقت دشمن دیرینه که ولی میتونیم برش بگویم که به عنوان کشوری که از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی، از نظر جغرافیایی خیلی مشترکات خود داریم، حالا نزدیک به 40 سال است که به صراحت به افغانستان تروریست میفرسته، راکت پراگنی میکنه، هر گاهی بخواه قراردادهای کلان اقتصادی خود نقض میکنه، ماجرین فشار میته و انواع فشارها رو بالای مردم افغانستان میاره. اما کل موضوع به دیوران بر نمیگرده. پاکستانی ها در منطقه چند تا هدف دارن به باور ما. یکی که بس آبهای افغانستان بسیار برشون جدی و مهم است، بس دیورند که تقریبا از نظر ما یک بس حل شده است و مردم افغانستان هم قبل دنبالش نیستن شاید، و پاکستانی ها هم به این باور هستند که قضیه زیاد قضیه جدی نیست برشون و این قضیه اونا حل شده فکر میکنن. موضوع آبهای افغانستان که شاید در حد 80 هزار میلیارد متر مکعب است یا 8 میلیارد متر مکعب آب سالانه به پاکستان میره، بس آبها، بس تجارتی که از راه افغانستان با سیای مرکزی صورت میگیره است، بس تداوم صادرات و میوه و سبزیجات و ترکاری که از پاکستان میه که او به غیر از افغانستان دیگه جای بازار نداره، بس سمنت و این موارد است. بازاری در شرایط ناامن بیشتر است یا در شرایطی که امن باشه افغانستان؟ خب در دو حالت میشه که تصور بکنیم. گاهن اگر در شرایط امن افغانستان قرار بگیره، دیگه خود افغانستان به سوی خودکفایی میرند، دیگه این کالای بی کیفیت پاکستان باز وارد نمیکنه. یکی از مواردی است که در شرایط تامین تو آشفته بازار میتونه که کالاهای پاکستانی در افغانستان یک خریدار خوب داشته باشه، این یک موارد است. اما با تایید حرف موسوی صاحب که به هیچ صورت در پشت همه از قضایای افغانستان پاکستانی ها نیستن، اما متاسفانه که تنها ما پاکستان را میبینیم که چی میکنه. ایران به شدت در منطقه فعالیت میکنه، هندوستان سرمایه گذاری که الان میکنه، ترکیه، عربستان، بریتانیا، همه کشورها در منطقه. ولی آن چیزی که یک مورد بسیار تاسف‌بار که میشه بیان بکنیم است که اکثریت از کشورها منافع استراتژیک و منافع کلانشان در چارچوب یا در ساختارهای کلان توریستی آلبدست میانن. هر کشوری در منطقه شما اگر مشوگافی بکنین، یکی از جریانات افراطی و توریستی را در منطقه تمویل میکنه. پس برای اساس دیگه در منطقه توریسم غیر دولتی وجود نداره، اگه توریسم دولتی است که همین دولت ها برقب از او هستند. و من یک مثال میتونم، در سال 2009 بود یا 2010 بود، پاکستان ایالات متحده امریکا اعلان کرد که ما ولسوالی یکی از ولسوالی سنگین
فکر میکنم سنگین هلمند پس از 6 ماه نبرد از طالبا گرفته و اعلان کردن که در این عملیات نزدیک به 50,000 سرباز داخلی و خارجی اشتراک کرده بود و 6 ماه این نبرد هم طول میکشه. شما ببینید در برابر 50,000 سرباز داخلی و خارجی طبیعتاً که سربازی بوده که جنگیده، مبارزه کرده. اگر 50,000 نبوده طبیعتاً 25,000 بوده. 25,000 هم طبیعتاً 10,000 سرباز جنگیده. شما هزینه اگر 1 میلیارد دلار اینا گفتن که ما در گرفتن ولسوالی هزینه کردیم، اگر طالبا 1 میلیارد هزینه نکردن 25% اگر هزینه کرده باشن 250 میلیون دلار میشن، در حالی که اینا از کل مواد مخدر افغانستان سالانه 400 میلیون دلار به دست میارن. پس پرداخت امی هزینه همی جنگ از توان پاکستان هم بالاست. یک مورد. مورد دوم دیگه که پاکستان در حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا به این حد آن روز جرأت پیدا نکرده که بیایه این همه بی پرده تروریسم را حمایت بکنه و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نظارگر باشه، بلکه من به این باور هستم که یک کانال کلان در جنوب آسیا در حال عبور کردن است که این کانال در تفاهم یا در تبانی با قدرت‌های منطقه و جهانی در حال عبور دادن است که همه از قدرت‌ها، همه از کشورها به یک نحو در یک بخش از این کانال نقش دارند و کوشش میکنند که سهل‌انگاری نکنند. سپاس آقای خلیلی، تشکر میکنم. آقای مصدق، شخصی آقای دکتر عبدالله از تلاش‌های آقای زلمه خلیلزاد یعنی حمایت کرده بودند و گفتند که یعنی اونا قابل حمایت از تلاش‌هایشان واقعا. شما چه خط فاصله میان تلاش‌های پاکستان در مورد صلح افغانستان و تلاش‌های خلیلزاد می‌بینید؟ در واقع پاکستان متاسفانه تا هنوز همون نیت و صداقت خواست را در این زمینه نشان نداده. با. اگر در پوش تریبون اعلان کرده که ما از گفتگوهای صلح حمایت میکنیم، در میدان عمل طالبان را حمایت کرده یا حداقل برای طالبان فرصت داده که اینا وقتی در افغانستان شکست میخوره در پشاور و در مناطق امن دیگه اینا مأمن داشته باشه. و هنوز حکومت افغانستان و مردم افغانستان یک صداقت کامل، یک باور کامل به این که پاکستان در تعهداتش صادق باشه ما ندیدیم در عمل. مثلا چی انتظار باید داشته باشیم که چگونه صداقت داشته باشه پاکستان برای افغانستان؟ پاکستان هیچ کاری نکنه برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان، صرف طالبانی که از اونجا حمایت میشه و عبور و مرور میکنه و در اونجا خانه و لانه داره، پرورشگاه داره و در واقع مکانی برای تربیه نیروهای نظامی دارد، اینا را فقط ببنده یا به افغانستان اجازه بدهد که با استفاده از امکانات همکاران بین المللی در مناطق پاکستان اونجایی که طالبان مستقر در اونجا عملیات بشه. بنابراین ما از طالبان، از پاکستان توقع رو نداریم که به افغانستان آباد بکنه یا اینکه مثلا کاری بکنه که مشکلات ما حل شوه، صرف برای ما مشکل نسازه و مشکل تراشی نکنه، مشکل خلق نکنه. همین که به طالبان امکانات ندهد و به طالبان در واقع در شهرهایش اجازه گشت و گذار، اجازه زندگی و اجازه یارگیری ندهد، برای افغانستان کفایت میکنه. اما تلاش هایی که آقای خلیلزاد داره خب در راستای منافع مردم افغانستان است و تلاش ایشان این است که در افغانستان یک صلح واقعی با ثبات و دوامدار شکل بگیره. یعنی تفاوت بسیار زیادی بین اقدامات پاکستان و اقدامات ایالات متحده وجود داره. پاکستان هر کار را میکنه صرف یک جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد، ولی آقای خلیلزاد واقعا تلاش میکنه که گفتگوها به یک نتیجه برسه. آقای خلیلزاد هم از پاکستان گلایه و شکایه داره و ما می گلایه را داریم. بنابراین تفاوت آشکار و واضح در این زمینه دیده می شود. پاکستان تا زمانی که فکر بکنه که یک افغانستان ضعیف، یک افغانستان بی‌ثبات، یک افغانستان دوچار هرج و مرج به نفع پاکستان است، این ذهنیتش تغییر نخواهد کرد و تلاشش برای گفتگوهای صلح صادقانه نخواهد شد.
اما اگر حکومت افغانستان با استفاده از امکاناتی که در اختیار داره، مخصوصا در این شرایط حاضر که همکاران بین المللی صدای افغانستان را میشنود، جهان میشنود، همسایه ها میشنود، یک فشار را بر پاکستان وارد بسازه و از طریق تضرع و دیپلماسی و خواهش و اینا تا هنوز پاکستان را ما نتوانستیم یا حکومت افغانستان نتوانست که از اون نیت شومی که داره بازگردانه یا ذهنیتی که داره تغییر پیدا بکنه. اما با استفاده از فشارهای بین المللی، مخصوصا همکارانی که در افغانستان منافع مشترک ایجاد کرده، میشه پاکستان را تحت فشار مضاعف قرار داد تا اینکه در امور افغانستان بیش از این مداخله نکند و مشکل تراشی نکند. تشکر میکنم آقای موسوی. همین نیتی که آقای مصدق میگن پاکستان خب نیتی خوب برای افغانستان نداشته هیچگاهی و حالا هم نداره، حتی اگر این نشست ها را هم برگزار بکنه، حتی اگر تلاش یعنی برای صلح افغانستان هم انجام بده، یعنی باورمند یا یعنی با اعتماد نیست و نمیشه بالایش اعتماد کرد. همین نیت پاکستان مطلق از برای همیشه، یعنی همیشه باقی خواهد ماند در مقابل افغانستانی، یک روز پایان خواهد یافت؟ خب واقعیت هم اینه که همکاران بین المللی که در افغانستان حضور داره در حمایت از دولت افغانستان، اینها هیچ کدامشان، نه ایالات متحده آمریکا، نه اتحادیه اروپا و نه هیچ کشور عربی حاضر نیست به خاطر منافع افغانستان خود را با پاکستان درگیر بکنه یا منافع ملی خود را قربانی منافع ملی افغانستان بکنه. تصمیم اونا این بحثا جامعه بین المللی در حد از افغانستان حمایت میکنه که روابطشان با پاکستان تیره نشود. هنوز هم اگر یک سبک سنگینی بین افغانستان و پاکستان صورت بگیره، من شک ندارم که کشورهای عربی مثل عربستان سعودی و حتی ایالات متحده آمریکا ترجیح میدهد که تا افغانستان گرفتار جنگ را بیشتر که پاکستان را داشته باشد، حتی من آقای خلیلزاد پاکستان را داشته باشد. شما میبینید که عملا نیروهای پاکستان در عربستان سعودی در کنار عربستان سعودی میجنگه و حتی اون فرمانده ستاد ارتش قبلی پاکستان، فرمانده ائتلاف عربی را در علیه به اصطلاح انصار الله یمن در دست داره. به من یک نمونه عرض میکنم. خب وقتی شما همه اینها رو میبینید، یعنی که ما خیلی توقع نداشته باشیم که اون نگاه جامعه بین المللی که در همکاری با افغانستان است تاثیر اونچنانی داشته باشد بر وضعیت پاکستان. این یک بحث. در ارتباط سوال شما باید خدمت عرض بکنم که در دو شرایط میتونه وضعیت تغییر بکنه. سه مورد. مورد اول اینه که ما در افغانستان با همه مشکلاتی که داریم بتونیم یک حکومت مقتدری ملی که مبنایش قوم نه بلکه مبنایش مردم افغانستان باشد، انسانیت باشد، بتونه در افغانستان شکل بگیره که این حکومت بتونه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی و از لحاظ نظامی خودش در منطقه یک وزنه شود. این توازنی که در منطقه وجود داره اینو تغییر بده. یعنی شما میبینید اسرائیل کلش 8 میلیون جمعیت داره. خب 8 میلیون ما تنها در کابل 7 میلیون جمعیت داریم، اسرائیل 8 میلیون جمعیت داره، ولی تونسته با اونمو مدیریتی که داد، من نمیخوام الگو اسرائیل بر افغانستان تعریف کنم، به عنوان مثال میگم، به اصطلاح اونا تونسته توازن قدرت رو در منطقه تغییر بدن. عرب سه بار با اسرائیل جنگیدن، هر سه بار شکست خوردن. عرب 18 کشور در منطقه، یعنی یا شما کشورهای دیگر میبینید در اتحادیه اروپا، کشورهای بسیار کوچک تونسته که به اصطلاح یک توازن ایجاد بکنه. ما بتونیم توازنی فعلی در منطقه وجود داره این توازن رو بر هم بزنیم و خود ما توازن ایجاد بکنیم، این یک راه حل هم سخته و دیگر راه هم ما نداریم غیر از این. یک دومی که پاکستان یا به دلایل داخلی یا به دلایل تحولاتی که در منطقه به وجود میاد، مثلا قدرتمند شدن پاکستان به عنوان رقیبشان یا جهان چند قطبی در کنار ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه و کشورهای دیگر، شرایط جدیدی در منطقه حاکم شود که پاکستان احساس بکنه که اگر یک دولتی مقتدر در افغانستان شکل بگیره، به مراتب به منافع پاکستان است که تا از طالبان حمایت بکنه. این نگاه دومی که میتونه بسیار تغییرات بده. نگاه سوم هم اینه که حداقل این تک قطبی که در دنیا در رأس یک کت خدا قرار داره به نام ایالات متحده آمریکا، شما بعد 3-4 تا قدرت دیگه دارید، اتحادیه اروپا، چین و روسیه و هند، فرض کن این تغییر بکنه به معنای واقعی من کلمه، که یک قطبندی های جدیدی در جهان شکل بگیره، مثلا دنیا بره به طرف چند قطبی شدن، به اصطلاح به طرف چند ضلعی شدن، در اون صورت هم ممکنه که این توازنی فعلی در منطقه تغییر بخوره و نگاه نسبت به افغانستان عوض شود. ولی تا زمانی که وضعیت به این منوال فعلی باقی باشد، من فکر نمی کنم که به اصطلاح ما با زودی ها بتونیم با این مشکل کنار بیاییم. سپاسگزارم آقای موسوی. آقای خلیلی، چیز دیدگاه شما، چشمانداز شما چیست؟ حتی این نشست، حتی سفری آقای رئیس جمهور به پاکستان که چند بعد از این نشست است،
چیزی را از برنامه های پاکستان تغییر خواهد داد؟ چیزی را یعنی در میدان جنگ برای صلح و ثبات افغانستان تغییر خواهد آورد؟ خب سید با تایید حرفای مساوی صاحب سید رای حل میشه که من پیشنهاد بکنم در ارتباط با صلح افغانستان، یک مورد است که یک اجماع داخلی نسبت به صلح افغانستان باید شکل بگیره داخل افغانستان. چی در بحث سیاسیون افغانستان است، در میان علما است، در میان توده ها و در حکومت، در بخش قواهای مختلف در افغانستان هستند، در بخش های مختلف یک دیدگاه واحد نسبت به صلح و جنگ افغانستان باید شکل بگیره. همکنون ما نزدیک به 18 سال است که پس از شکلگیری حکومت جدید با تروریسم می جنگیم. هنوز تعریف واضح از دوست، دشمن، از طالب، تروریسم نداریم و هر رئیس جمهور، هر وزیر، برای هر چی نداریم؟ خب هر فرد یا هر جریان منافع خودش را در یک تعریف خاص می بینه و میای بر اساس اون حتی حکومت هم نداره. قطعا شما ببینید که متاسفانه یک واقعیتی که در ارتباط به تروریسم در افغانستان وجود داره که یک بخش کلان از طالبا یا تروریستان نسبت داده میشن بر یک قوم افغانستان و کسانی که در رأس قدرت قرار میگیرن هرگز کوشش نمیکنن که تندترین الفاظی که شخصیت حقیقی تروریست ها ایجاب میکنه نسبت به واقع کار برده شود. بدلیل از اینکه اونا خودشان وابسته به مو قوم هستن، خودشان متعلق به مو قوم هستن، برای اساس یک مقدار مسائل فرهنگی و قومی هم ایجاب میکنه یا بر امو افراد ایجاب کرده که یک تعریف واضح میان اقتدار افغانستان از دوست و دشمن شرایع نکنه. یک مورد است که ما تا زمانی که شما در تمام دنیا مطالعه بکنین که هر جریان، هر نهاد یا هر دولتی که به دنبال جنگ، صلح، مذاکره بوده، در نخست دیدگاه یا دیدگاه واضح بوده، اهداف واضح بوده، ماموریت واضح بوده که اینها دیدگاه چیست، اهداف تعیین شده و ماموریت هم ترسیم شده که به دنبال چی هستن. متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان سالهای سال هست کلانترین بودجه را مصرف کرد که هیچ چیزی هم حاصل نشد و کمیسیون‌های مختلف، نهادهای مختلف، افراد مختلف، جرگه‌های مختلف شکل گرفت که همه‌اش ریشه در مسائل قومی، سمتی، فرهنگی داره. و معذرت آخرین حرف یک مورد. مورد دوم دیگه است که تا زمانی که قدرت‌هایی که در امر تمویل تروریسم بر اهداف کلان استراتژیکشان در منطقه نائل نشن، فشار لازم را برای تروریستان میارن برای پیوستن به صلح. بس آخرم بس سوم می است که پاکستانی ها تا زمانی که نوع نگاهشان یا پروژه های اقتصادیشان یک بخش از تروریسم باشه، تولید تروریسم به عنوان یک بخش از پروژه های اقتصادیشان باشه، قطعا که ما به صلح نمی رسیم. آخرین حرف ما این است که حکومت افغانستان اگر می خواهد که پراگندگی ها را نسبت به سرنوشت صلح افغانستان کنترل بکنه، خودش اقدام بکنه و خودش اقدامات عملی، اقدامات سنجیده شده و اقداماتی که قابل قبول برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی که نکرده باشه. که قطعا نکرده. شما ببینید حکومت افغانستان یک لست رمیته که 250 نفر در یک کنفرانس اشتراک میکنه، به این نشان میده که عمیقا در هم مورد بیرون. تشکر میکنم آقای مصدق. با عنوان آخرین پرسش از شما، آقای خلیلی، باور دارم که حکومت تلاش عملی در روند صلح افغانستان برای جمع کردن افکار عامه، برای وحدت نظر در ارتباط به صلح، برای اجماع سیاسی در مورد صلح افغانستان، در مورد ثبات افغانستان، یک دیدگاه مشخص نداره، حتی تعریفی از دشمنش نداره، از تروریستان نداره. واقعا چنین است؟ خیلی کوتاه اگر اشاره کنم، در اوایل مقدار پراکندگی ها در این زمینه مشاهده میشد، اما رفته رفته حکومت افغانستان به این نتیجه رسید که نمیشه از تنها از مجرای حکومت ما به گفتگوهای صلح در واقع به یک نتیجه برسیم. بنابراین تلاش شد تا از ارگانهای مختلف، نهادهای مختلف، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، همه اقشار مختلف افغانستان گفتگو شد، یک هیئتی در واقع شکل گرفت. هرچند ترکیب هیئت بلند بود، اما یک حکومتی که باور به تکثر داره و باور به در واقع دید و نظریات مختلف داره، یک بیرون دادن چنین هیئتی دور از انتظار نیست و میشد که این هیئت ارقامش پایین آورد، ولی نفس بیرون دادن چنین هیئتی نشان میداد که یک اجماعی درونی در افغانستان به منظور رسیدن به گفتگوهای صلح
شکل گرفته و تا این دم حکومت افغانستان هر کار را که لازم بود انجام داد، اما تنها مانعی که فعلا ما میبینیم طالبان است که تا هنوز آمادگی برای گفتگو و صلح با حکومت افغانستان ندارد. سه عنصری که ما را میتوانه به گفتگوهای صلح نزدیک بکنه: حکومت افغانستان، طالبان، همکاران بین المللی. تا اینا دور هم جمع نشود، روی یک میز ننشیند، گفتگوهای صلح در غیبت هر کدام به نتیجه نخواهد رسید. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقایان، آقای نصرالله مصدق مشاور ریاست اجرایی، آقای پرویز خلیلی استاد دانشگاه و آقای سید ناصر موسوی تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما بیننده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش، خدا نگهدار.